گوشفنگ گوشفنگ ما باشید با برنامه گوشفنگ. سلام، به یک گوشفنگ دیگه از شبکه AMG خوش آمدید. حامی مالی این برنامه شرکت مهاجرتی پارسای در تورنتوی کانادا است. در این آیتم به تأثیرات مهاجرت نوه ها بر پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها خواهیم پرداخت. اگر مهاجرت شما باعث جدایی بین والدینتون و فرزندانتون شده، حتما این برنامه رو به اونها معرفی کنید تا بتونن راحت تر با دوری از نوه های دلبندشون و احساس دلتنگی این دوری کنار بیان. این برنامه خطاب به پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هایی که از دوری نوه های عزیزشون احساس دلتنگی و تنهایی می کنند. احتمالاً دچار احساس تنهایی شدید و ارتباطتون رو با نوه های خودتون از دست دادید. قطع ارتباط با نوه اتفاقیه که پس از مهاجرت فرزندان طبیعیه. شما سالها در کنار فرزند خودتون زندگی کردید و ارتباط عاطفی عمیق‌تری با او نسبت به نوه‌ای دارید که شاید در سالهای اول عمر از دیدن اون محروم شدید. دوری از نوه پس از مهاجرت باعث دلتنگی شدید مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها میشه. توجه به احساسات خودتون و رسیدن به راهکارهای کنار اومدن با این دلتنگی برای سلامت روانی و جسمی شما ضروریه. در این آیتم با هم خواهیم دید مهاجرت فرزندان و نوه ها چه احساسی در شما به وجود میاره. احساس اول، شوک و عصبانیت. اگه دوری از نوه پس از مهاجرت به طور ناگهانی رخ داده باشه، احساس شوک طبیعیه. احتمالاً از شنیدن این تصمیم از سوی فرزند خودتون شوکه میشید. تصمیمی که به احتمال زیاد با عصبانیت و ناامیدی شما همراه میشه. شاید حتی از دست عروس یا دامادی که محرک برنامه مهاجرت بوده هم عصبانی بشید و اون رو مقصر بدونید. اما فرزندان شما دیگه بزرگ شدن و آشیانه شما رو ترک کردن. اونها اهدافی دارن که مهاجرت رو راه رسیدن به اون دیدند. مهاجرت مسیر سخت و پیچیده ایه. سعی کنید پشتیبان و همراه روانی فرزندان خودتون باشید. فراموش نکنید که خشم بدترین دشمن شماست. خشم باعث میشه که روابط شما با خانواده تیره و تار بشه و فاصله بین شما بیشتر بشه. همزمان عدم ابراز خشم هم میتونه به نیروی مخرب تبدیل بشه. سعی کنید در مورد احساس خودتون نسبت به دوری از نوه پس از مهاجرت با یک دوست، مشاور یا یکی از نزدیکان خودتون صحبت کنید. احساس دوم، گیجی و ناامیدی. گاهی پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها از دوری از نوه‌های خودشون احساس طرد شدن می‌کنند. هرچند اصلاً چیزی تقصیر اونها نیست. احساس گیجی و ناامیدی در این روزها طبیعیه. نگران نباشید. مهاجرت باعث دوری شما از خانواده میشه، اما راه‌های زیادی برای کاهش این دوری وجود داره. ما در این آیتم به شما کمک می‌کنیم از این احساسات منفی رها بشید. برای رهایی از این احساسات منفی برداشتن این گام‌ها ضروریه. گام اول، کنار آمدن با دوری از نوه پس از مهاجرت. اجازه ندید ندیدن نوه و فرزندان شما را از پا بندازه. به یاد داشته باشید که اوضاع خارج از کنترل شماست و اونها تصمیم خودشون رو برای زندگیشون گرفتن. پس این شما هستید که باید برای نزدیکی بیشتر و حل این دوری راهی پیدا کنید. گام دوم، انتظار کاهش تماس‌ها رو در روزهای اول مهاجرت داشته باشید. مشکلات روزها و ماه‌های اول مهاجرت رو درک کنید. هرچند شما انتظار دارید که در روزهای ابتدایی دوری از فرزندان و نوه‌های خودتون ارتباط بیشتری با اونها داشته باشید، اما حقیقت اینه که اونها برای ترتیب دادن به امور راه زیادی پیش رو دارند و به مسائل زیادی باید رسیدگی کنند.
این باعث میشه که تماس هاشون با شما کوتاه‌تر و با فاصله بیشتری انجام بگیره. نگران نباشید. این روزها میگذره و به زودی میتونید در آرامش بیشتری با نوه های خودتون صحبت کنید. گام سوم، شادی را خلق کنید. انرژی خود را به سوی فعالیت های مثبت هدایت کنید. دوری از نوه پس از مهاجرت سخته و این دلتنگی با تماس های تصویری نیز به طور کامل برطرف نمیشه. سعی کنید برنامه روزانه خودتون رو با برنامه های متنوع پر کنید تا عدم حضور فرزند و نوه هاتون در زندگی شما کمتر به چشم بیاد. گام چهارم، با تکنولوژی دوست باشید. از تکنولوژی کمک بگیرید. تکنولوژی میتونه شما رو از کیلومترها دورتر به هم نزدیک کنه و شاهد رشد و پیشرفت فرزند و نوه های خودتون باشید. از روزی که داشتید برای اونها حرف بزنید و از روزمره های اونها بپرسید. سعی کنید نقاط مشترکی برای حرف زدن پیدا کنید تا موضوعات صحبت شما همچنان گرم باقی بمونه. گام پنجم، مناسبت ها رو فراموش نکنید. تولد نوی شما چه تاریخیه؟ اجازه ندید دوری جسمی روح شما رو هم از هم دور کنه. تمام تاریخ های مهم برای فرزندان و نوه هاتون رو به یاد داشته باشید و با استفاده از تکنولوژی در جشن‌های اونها حضور پیدا کنید. اگه میتونید طوری تنظیم کنید که کسی هدیه شما رو در اون تاریخ به دست فرزند و نوه هاتون برسونه. برای مثال اگه دوستی از چند ماه قبل در حال سفر به کشور محل اقامت فرزند شماست، از اون بخواید هدیه نوه هاتون رو هم با خودش ببره و به دست اونها برسونه. گام ششم، در جریان زندگی نوه های خودتون باشید. هرچند از اونها دور هستید، اما هنوز هم میتونید از زندگی اونها بدونید. چه مهارتی رو به تازگی یاد گرفتن؟ کلاس ویالون رفتن یا در تیم بسکتبال مدرسه عضو شدن؟ مسابقه بعدی اونها چه تاریخیه؟ چه فرصتی برای کاستن از دوری از نوه پس از مهاجرت بهتر از آن که همون شب از نتیجه مسابقه بپرسید؟ آیا با دوستان خودشون به کمپ تابستانی رفتند؟ داستانهای اونها رو درباره دوستانشون و تجاربی که کسب کردند با اشتیاق بشنوید و از دیدن عکس‌هاشون استقبال کنید. گام هفتم، سفر کنید. برای دیدن نوه های خودتون برنامه ریزی کنید. هرچند دیگه نمیتونید تمام آخر هفته ها رو با نوه های خودتون سپری کنید، اما این چیزی از شیرینی دیدارهای سالانه کم نمی کنه. این موارد تنها چند راهکار ساده بود برای اینکه بتونید از احساس دلتنگی و تنهایی خودتون پس از مهاجرت فرزندان و دوری از نوه ها رها بشید. از اینکه تا پایان این گوشفنگ از شبکه AMG با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. همچنین از شرکت مهاجرتی پارسای در تورنتوی کانادا حامی مالی این برنامه سپاسگزاریم. تا گوشفنگ دیگه، خدا نگهدار.